هزار و یک شب چون شب 730 برآمد گفت ای ملک جوانبخت، باغبان را کار بدین گونه شد. و اما عجوز به ملکه گفت ای خاتون، این قصر بسیار خوب گشته. نمیدانم بیرون قصر این همه خوب است یا او را درون نیز مأمور است. بیا تا به درون رفته تفرج کنی. پس دایه با ملکه داخل قصر شدند. آنجا را سپید کرده و نقش کرده یافتند. دختر ملک به چپ و راست تفرج میکرد تا به صدر ایوان برسید و چشم بدان صورتها دوخت. دایه دانست که او را چشم به صورت خواب افتاد. آنگاه دایه آن دو کنیز را به نزد خود خواند که ملکه را از دیدن آن صورت مشغول نکنند. چون دختر ملک بر آن نقش ها نیک نظر کرد، در عجب شد و روی به عجوز کرده گفت ای دایه، بیا این صورت عجیب را نظر کن. عجوز به تفرج صورت باز آمد و خیره خیره بر وی بنگریست و گفت ای خاتون، این صورت باغ و صیاد و دامی است که تو در خواب دیده بودی و پرنده نرینه را از بازگشتن مانعی بزرگ من کرده که من او را در چنگال شاهین همی بینم که او را کشته و خون او را خورده است. ای خاتون، سبب همین بوده است که او باز نگشته و جفت خود را از دام خلاص نکرده. ولیکن ای خاتون، تصویر این خواب از جمله عجایب است. اگر تو میخواستی که او را تصویر کنی، نمیتوانستی. شاید فرشتگانی که به آدمیان موکلند، دانسته اند که پرنده نرینه مظلوم است و ما در ملامت کردن او بر وی ستم کرده ای. بدین سبب خواسته اند که عذر او را به ما آشکار کنند. دختر ملک گفت ای دایه، راست میگویی. در ملامت آن پرنده ما ستم کرده ای. عجوز گفت ای خاتون، حمد خدایی را که عذر آن پرنده به ما آشکار کرد که اگر او در چنگال شاهین گرفتار نمی شد، به سوی ماده خود باز می گشت و او را از دام خلاص می کرد. ولیکن از مرگ گزیری و گریزی نیست. ای خاتون، بر ما عیان شد که نرینگان خوب هستند، خاص آدمیزاد که خود را گرسنه و برهنه می گذارد و زن خود را سیر کند و جامه بر وی بپوشاند و به پدر و مادر خود عصیان روا دارد، ولی از فرمان زن بیرون نرود و زنان نیز بر همه رازهای مردان آگاهند و ساعتی از مردان شکیبا نتوانند بود. شبی اگر مرد غایب شود، چشم زن نخوابد و در نزد زن کسی عزیزتر از مرد نیست که او را از پدر و مادر دوستتر دارد. زن و مرد وقت خفتن هماغوش شوند. مرد دست در زیر گردن زن کند و زن نیز دست در زیر گردن او نهد. چنان که شاعر گفته، خواهم صنما همه جهان دشمن من، پیراهن تو یکی و پیراهن من. از بازوی من قلاده در گردن تو، از گیسوی تو کمند در گردن من. پس
پس از آن مرد او را ببوسد و زن نیز بر او بوسه دهد و از جمله چیزها که به یکی از ملوک با زن خود روی داده این است که زن پادشاهی رنجور گشته بمرد. ملک خیشتن را با او زنده در گور کرد و از محبتی که به آن زن داشت به هلاک خیشتن راضی شد و شنیدم که یکی از ملوک بمرد. خواستند که او را به خاک سپارند. زن او گفت مرا نیز با او زنده در گور کنید وگرنه خیشتن را بکشم. البته عجوز با دختر ملک احادیث زنان و مردان همی گفت تا اینکه ناخوش داشتن مردان از دل او برفت و به ایشان مایل شد. چون عجوز این حالت بدانست گفت ای ملکه اکنون هنگام تفرج باغ است. پس هر دو از قصر به در آمدند و در میان درختان همی گشتند که ناگاه چشم ملک زاده به دختر ملک بیفتاد. چون حسن و جمال و قد به اعتدال او بدید، چشم بر وی دوخت و عقلش برفت. آتش عشق در دلش شرر افروخت و بی خود بر زمین افتاد. چون به خود آمد، دید که پری پیکر از چشم او غایب گشته. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. قصه گو شهرزاد فتوحی. تنظیم مجتبی میرسمیعی.